به نام خدا، درود بر شما همراهان گرامی. امیدوارم که عالی باشید. اینجا هلو تک مارکت، به کانال خودتون خوش اومدید. ما توی یک ویدیویی یه هویه هوای گرم رو با کمک یک المنت ساختیم و برای دمیدن هوا هم از یک پمپ آکواریوم استفاده کردیم که اگر اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو این بالا یا 20 ثانیه آخر همین ویدیو میذارم. اما سوالی که برای خیلی از دوستان پیش اومده بود این بود که موقعی که ما داشتیم اون آی سی رو از روی بورد برمی‌داشتیم و دوباره نصبش می‌کردیم، خب از یک در واقع لوازم جانبی استفاده کردیم که برای بعضی از دوستان سوال شد و حالا توی این ویدیو تصمیم گرفتیم که در حد همین هویه هوای گرمی که درست کردیم یه تست انجام بدیم و یه قطعه رو از روی یه بورد برداریم و مجدد نصبش بکنیم و اون لوازم جانبی که ازش استفاده کردیم رو معرفی کنیم و توضیح بدیم. حالا قطعه‌ای که ما اینجا قصد داریم ریمووش کنیم و دوباره نصبش بکنیم یک آی سی SMD هستش که روی یک ماژول محافظ شارژ دریل شارژی قرار گرفته. اولین چیزی که ما نیاز داریم روغن فلاکس هستش یا مایع فلاکس. این مایع فلاکس البته توی بسته های این شکلی در واقع ارائه میشه که حالا من خودم داخل یه سرنگ تزریقش کردم که به راحتی بتونم ازش استفاده بکنم. کاری که انجام میده این هست، زمانی که شما این مایع رو روی اون قطعه میریزید، اولندش که کمک میکنه به پخش یک نواخت حرارت روی بر و ضمن این که اون اکسیدی که حالا روی پایه قطعات قرار گرفته و ممکنه که مانع بشه از این که ذوب قلب خوبی اتفاق بیفته، کمک میکنه اون در واقع حالا اکسیدها و کثیفی‌ها رو از بین میبره و عمل در واقع لحیم‌کاری رو آسان‌تر میکنه. پس همیشه اول کار روی اون قطعه‌ای که میخوایم حرارت بگیریم رو بهتره که با این مایع فلاکس پر کنیم، که کاری که انجام میدیم الان این هست. من یک مقدار در واقع این مایع رو روی این آی سی قرار میدم و حرکت بعدی که باید انجام بدیم این هستش که هویه هوای گرم رو روی این قطعه بگیریم و شروع کنیم به حرارت دادن و با کمک یک پنس اون قطعه رو از روی بورد برداریم. از اونجایی که هویه هوای گرم برها این فضا رو گرم میکنه و این بورد کاملا داغ میشه، ممکنه به لوازم جانبی میز کارتون یا پدی که دارید استفاده میکنید آسیب برسونه. همیشه بهتره که از یک دیکه فیبر یا تخته برای لحیم کاری با هویه هوای گرم استفاده بکنید. خب همونطور که دیدید ما موفق شدیم که در واقع آی سی رو از روی بورد بلند کنیم و حالا کار بعدی که باید انجام بدیم این هستش که در واقع این پایه هایی که روش هنوز یه مقداری غل هستش رو تمیز کنیم و این غل های اضافه رو اول برداریم. برای این کار میتونیم از این وسیله استفاده کنیم. یک سیم بافته شده هستش که شبیه شیلد در واقع آنتن، سیم آنتن میمونه و به محض اینکه قل رو حرارت بدیم یا حالا با هویه داغش بکنیم و این رو بهش بچسبونیم، سریعا تمام قل رو به خودش جذب میکنه و یه حالت پاکسازی ایجاد میکنه. برای این کار دیگه هویه هوای گرم نیاز نیست، میتونیم از هویه معمولی استفاده کنیم. ما هم میتونیم یه مقدار از این سیم رو ببریم و با پنس کار کنیم و یا همین که بتونیم در واقع همین رو به این شکل روی بورد قرار بدیم. برای اینکه جذب بهتری داشته باشیم بهتره که حالا یک مقدار دیگه اگر مایع فلاکس روش نیست، یه مقدار خیلی کمی مایع فلاکس اینجا اضافه بکنیم و اول با هویه شروع کنیم به حرارت دادن و بعد از اینکه حالا قلها آب شدن بیایم به این شکل شروع کنیم به برداشتن این قلهای اضافه و کامل تمام این پدها رو تمیز کنیم. هرچی قل اضافه هستش رو در واقع از روی این پدها به این شکل برداریم.
خب الان اگه دقت کنید میبینید پدها کاملا تمیز شدن و در واقع هیچ غل اضافه روشون قرار نگرفته. خب مرحله بعدی این هستش که قطعه سالم رو جایگزین کنیم. حالا اگر این آی سی که ما برداشتیم ایراد داشت میتونید قطعه سالم رو جایگزینش بکنید، ولی چون این کار تمرینی هست و این آی سی سالمه، من دوباره این آی سی رو میخوام سر جاش بذارم. خب حالا برای این که این آی سی رو اینجا لحیم کنیم، کاری که باید انجام بدیم به این شکل هستش که ما باید بیایم و از خمیر غل استفاده کنیم. خمیر غل به این شکل ارائه میشه توی این بسته های این شکلی که به شکل مایع هستش، به شکل خمیر هستش. در واقع یه سری اطلاعات روش نوشته شده، از جمله این که این خمیر تو دمای 183 درجه سانتیگراد شروع به ذوب شدن میکنه. برای استفاده کردن از این وسیله یه دسته هایی وجود داره که حالت پمپ داره و روی همین وسیله قرار میگیره و به راحتی کار پمپاش کردن رو برای شما انجام میده که اون رو هم میتونید جداگونه تهیه کنید. خب حالا باید یک مقداری از این خمیر در واقع غل رو روی این پدها قرار بدیم، این مقدار خیلی کم در هر دو طرف، و آی سی رو روی جای خودش نصب کنیم. بعد از اینکه آی سی رو روی پدها در جای صحیح خودش قرار دادیم، حالا باز میتونیم یه مقدار دیگه مایه فلاکس بهش اضافه بکنیم و شروع کنیم به حرارت دادن تا خمیر غل ما ذوب بشه و ارتباط بین پایه‌ها و پد مدار رو برقرار کنه. خب بعد از اینکه خمیر غل در واقع ذوب شد و ارتباط پایه‌ها برقرار شد، یه بازدید چشمی می‌کنیم که اگر حالا اون مابین پایه‌ها غل اضافه قرار گرفته بود و اتصال کوتاه ایجاد کرده بود، خیلی راحت میتونید با نوک هویه معمولی این قسمت‌ها رو تمیز بکنید. خب این روغن فلاکسی که اینجا دارید میبینید باید نظافت بشه و به این شکل اصلا صحیح نیست و نباید مدار به این شکل استفاده بشه. برای تمیز کردن روغن فلاکس هم کافیه که شما یک مقدار تینر فوری داشته باشید و روی برد بریزید و شروع کنید با پارچه نظافت کردن. حالا چون اینجا فضا بسته است، من این کار رو ترجیح میدم که توی فضای باز انجام بدم که در واقع بوی تینر چون آزاردهنده است و حساسیت زا هم هست، اینجا ازش استفاده نکنید. خب یه روش دیگه هم معمولا استفاده میشه، اونم اینه که اول میان خمیر غل رو روی در واقع پدها و مسیرها قرار میدن و حالا یا با هویه هوای گرم و یا هویه معمولی حرارت میدن و تمام خمیر غل رو ذوب میکنن که بچسبه روی مسیرها و پدها. بعد مجدد میان اون قطعه رو روی جای خودش قرار میدن، یه مقدار روغن فلاکس میریزن و حرارت میدن که قطعه خودش تو جای خودش قرار میگیره و میشینه، که حالا میخوام این روش رو هم توی این ویدیو براتون انجام بدم. خب این یک ماژول تیپی 456 که حالا آی سیش رو از روش برداشتیم، یه مقدار خمیر غل اضافه میکنیم به پدها. حالا دقت کنید وقتی که شروع کنیم به حرارت دادن، تمام این غلها ذوب میشن و روی پدها و مسیرها قرار میگیره. حالا کافی آی سی رو اینجا بذاریم و بهش حرارت بدیم تا تو جای خودش قرار بگیره. میبینید که بعد از اینکه غل کاملا ذوب شد، آی سی تو جای خودش نشست
و اتصالات هم به شکل کاملا صحیح برقرار شد. توی این ویدیو دیدید که برای تعویض یک قطعه SMD ما به چه امکاناتی نیازمندیم. از جمله از ملزومات کار یک هویه هوای گرم هست، مایع فلاکس و خمیر غل، و برای تمیزکاری هم که از این سیمی که شبیه شیلد هست استفاده میکنیم، و در نهایت برای نظافت آخر هم از تینر برای تمیز کردن مایع فلاکس، و حتما باید برد خشک بشه کاملا تا بتونیم دوباره ازش استفاده کنیم. خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرسی از لایک ها و کامنت های دلگرم کننده تون. اگر عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. مرسی که ما رو تماشا میکنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.